برپایی دو نمایشگاه بین‌المللی در تهران، فرصتی برای ارزیابی توان تولید داخلی و مشکلات تولید کنندگان مبلمان اداری و معماری و دکوراسیون داخلی. الان مثلا با این وضعیت تولید قیمتا خیلی بالا پایین میشه. بخشی از مشکلاتمون بحث مواد اولیه است که خب قاعدتا بخشش داره واردات میشه که اونم با رایزنی هایی که با وزارت صنایع داریم انجام میدیم نسبت به حقوق گمرکیش منطقی تر عمل بشه که قیمت تمام شده برای ما کمتر بشه. من الان وقتی میخوام توی مثلا بازار اروپا یا بازار منطقه شرکت کنم، از من میخوان که پارچم باید آن فایر باشه. پارچه آن فایر تو ایران موجود نیست، پس من باید خارج واردش کنم. با وجود تلاش‌های دولت برای حل مشکل تولید و صادرکنندگان، اونها همچنان معتقدند دولت باید با ثبات در تصمیمات و مقررات صادراتی، وارداتی و نظام تعرفه‌ای تلاطم بازار رو به حداقل برسونه. پارسال خیلی 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 مشتری از عراق، ترکیه خیلی خوب داشتیم از این بابت. این که در واقع چه مشکلاتی هست زیاد دیگه سمت ما نمیان. محصولات تولیدی ایران به ویژه اونایی که کلن ایرانی هستن، با فرهنگ ایرانی، با صنایع دستی ایرانی محسوب میشن، به کشوری اروپایی هم صادرات زیادی داریم. معماری و دکوراسیون صنعت و هنری درآمدزا در جهانند و مبلمان هم. گردش مالی این دو بازار و توان بالای اشتغال زایی و صادراتی اونها موجب شده کشورهای صنعتی جهان به این دو صنعت توجه ویژه‌ای داشته باشند و به عنوان مثال سهم 30 میلیون دلاری صادرات مبلمان اداری کشورمون سهمی بسیار اندک در مقایسه با توان تولید کنندگانمون به شمار میره. به گفته فعالان این صنف، بازار 200 میلیون دلاری صادرات مبلمان اداری دور از دسترس کشورمون نیست، به شرط اینکه قوانین صادراتی تسهیل بشن و تامین مالی تولید کنندگان هم راحت تر انجام بشه. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.